بینندگان عزیز تلویزیون آریانا سلام. قبل از آمد دستاندرکاران تلویزیون آریانا مراتب تسلیت خیش را به مناسبت ششمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود به تمام ملت افغان عرض می دارد. و اینک ویژه برنامه ای که به این مناسبت تهیه دیده شده خدمت بینندگان گرانقدر تقدیم می گردد. مسعود فرزند اسلام بود، با ملت مسلمان خیش زیست و در راه اسلام و ملتش قربان شد. مردی که تقریبا سراسر زندگیش در جهاد و مبارزه سپری شد و فرد وطن کارنامه هایش را گرامی می دارند. سنگ سنگی این سرزمین بر دلیری و پاکی او گواهی می دهد. احمد شاه مسعود فرمانده بود که در میدان مبارزه خوب درخشید. در زهد و تقوا سیمای یک عارف را داشت و با زیر دستانم چو یک پدر مهربان و برادر مشفق عمل می کرد. خدایش بیامرزد و جایش را فردوس برین بدارد. احمد شاه مسعود فرزند دگربال دوست محمد خان در سال 1331 خورشیدی در دهکده جنگلک پنشیر دیده به جهان گشود. دوران طفولیت را در پنشیر و کابل گذشتند و برای تحصیل شامل لیسه استقلال شهر کابل گردید. نسبت به همسالانش در بازی ها و سرگرمی ها از خود شایستگی نشان می داد. اما در مکتب بعد از صنف دهم استعدادش شکوفا شد و به عیس یک شاگرد ممتاز زبان زد گردید. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا ما سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود شهید را بر شما و هموطنان عزیز خود مجدداً تسلیت میکنم. بدون شک احمد شاه مسعود شهید از جمله شخصیت های استثنایی در تاریخ افغانستان، خصوصا تاریخ معاصر افغانستان هست. شناختی که ما از شخصیت احمد شاه مسعود شهید داشتیم و افتخار خدمتگزاری 23 سال در رکاب از او را داشتیم، ما مسعود را به عنوان یک چهره استثنایی در تاریخ افغانستان و یک شخصیت چند بودی میشناسیم. احمد شاه مسعود شهید ابتدا از استعداد سرشار فطری برخوردار بود، از شجاعت بلند برخوردار بود، مدیریت نیرومند و با عنوان یک رهبر طبیعی ای از جمله خصوصیات بارزی بود که در وجود احمد شاه مسعود شهید وجود داشت، هم در دوران تحصیل و در دوران مکتب، هم در دوران مبارزات سیاسی و همچنان مبارزات مسلحانه ای را که این آغاز کردن. استعداد سرشار خدادادی که در وجود از اونا داشت به نمایش گذاشته شد. این قابل تذکر است یک شخصیتی که در بحرانی ترین مرحله از تاریخ افغانستان، هم در دوران جهاد و هم خاصتاً در دوران مقاومت، از متن مردم برخاست با عنوان یک محصل، با عنوان یک شخصیت تحصیل کرده و ای به مرحله رهبری طبیعی رسید، یه جز بدون استعداد سرشار و توفیق پروردگار میسر نیست. زحمتی که در دوران مقاومت داد بر مردم افغانستان در مبارزه با تروریسم علامت واضح از استعداد و نبوغ سیاسی